سفر رئیس جمهوری ایران به ژاپن تحت بررسی است. جامعه جهانی از ژاپن انتظار دارد با توجه به ائتلافش با آمریکا و روابط خوب و پایدارش با ایران بتواند کمکی باشد به بهبود شرایط در منطقه. تلاش تازه توکیو برای میانجیگری بین تهران و واشنگتن. همزمان ایران برای تبادل جامع زندانیان با آمریکا اعلام آمادگی کرد. در 60 دقیقه امشب می‌پرسیم آیا دو کشور به مذاکره نزدیک شدند؟ آمادگی توکیو برای میزبانی از روحانی. در این برنامه می‌پرسیم آیا میانجیگری ژاپن و تبادل زندانیان ایران و آمریکا را به مذاکره نزدیک کرده؟ همچنین در برنامه امشب از لغو قرارداد سرمربی ایتالیایی استقلال تا هجوم هواداران به باشگاه. استراماچونی میگوید اگر مشکلات حقوقی حل شود از فردا به اردوی آبی‌پوشان برمیگردد. آخرین نطق نماینده تهران در مجلس جنجالی شد. پروانه سلحشوری گفته حکومت از مسئولیت پذیری فرار میکند. از مهمانان امشب میپرسیم ماندن اصلاح طلبان با هدف بالا بردن هزینه برای حاکمیت یا تحریم انتخابات توسط آنها، کدام مسیر درست است؟ دشمن است و زنگ خاری من آهنم. و 14 دادخواهی مادران داغدار، پرچمی که از خاوران به ارث رسیده. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. در چند هفته اخیر تحرکات دیپلماتیک برای کاهش تنش بین ایران و آمریکا بیشتر شده. از سفر وزیر خارجه عمان به تهران گرفته که سابقه میانجیگری بین دو کشور را دارد تا سفر احتمالی حسن روحانی به ژاپن، سفری که آمریکا از آن استقبال کرده. اینها در کنار تبادل زندانی با آمریکا بسیاری از ناظران را به این باور رسانده که تهران به دنبال مذاکره با واشنگتن است، خصوصا که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته تهران آماده تبادل جامع زندانیان دو طرف است. به گواه بسیاری از کارشناسان، حکومت ایران تحت فشار شدید سیاسی و اقتصادی است و سطح نارضایتی به شکلی کم سابقه افزایش یافته. نارضایتی که هر لحظه امکان دارد دوباره شعله بکشد. در شرایطی که ایران گفته تا روزی که تحریم باشد مذاکره نمی کند و آمریکایی‌ها هم معتقدند که سیاست فشار حداکثری باید ادامه پیدا کند، آیا می توان انتظار تغییر در رابطه دو طرف داشت؟ بیشتر به این موضوع می‌پردازیم. ابتدا گزارشی ببینیم از کسری ناجی. امروز در توکیو شینزو آبه نخست وزیر ژاپن و اعلام خبری که میتواند شروع روندی باشد برای حل بحران روابط آمریکا و ایران و شاید حتی مذاکرات برداشته شدن تحریم ها. سفر رئیس جمهوری ایران به ژاپن تحت بررسی است. جامعه جهانی از ژاپن انتظار دارد با توجه به ائتلافش با آمریکا و روابط خوب و پایدارش با ایران بتواند کمکی باشد به بهبود شرایط در منطقه. این سفر به پیشنهاد حسن روحانی رئیس جمهور ایران صورت می‌گیرد که آن را معاون وزیر خارجه ایران هفته گذشته با نخست وزیر ژاپن در میان گذاشت. ژاپن می‌خواهد از هیچ کوشش دیپلماتیک ممکن برای رفع تنش در منطقه از طریق گفتگوهای مستمر فروگذاری نکند. بیش از 6 ماه پیش تلاش قبلی آقای آبه برای میانجیگری بین ایران و آمریکا به نتیجه نرسید. در اولین سفر یک نخست وزیر ژاپن به ایران بعد از انقلاب، تندروها در ایران همان روز پیامی بلند و رسا به او و آمریکا دادند. دو تانکر نفتکش، یکی از آنها ژاپنی، در نزدیکی تنگه هرمز هدف دو انفجار قرار گرفتند. حملاتی که به عنوان پیامی از تندروها تلقی شد که به دنبال تنش حداکثری هستند. و اگر آقای آبه تردیدی درباره محتوای این پیام داشت، این تردید در ملاقات با رهبر ایران رفع شد که هر نوع مذاکره و میانجیگری را رد کرد. راجع به اونچه که از قول ترامپ نقل کردید، من هیچ پاسخی به پیام ترامپ ندارم. به شما یه مطالبی رو میگم، اما به او هیچ پیامی نمیدم، چون ترامپ را شایسته مبادله پیام هم نمیدونم.
دو هفته قبل از اون رئیس جمهوری آمریکا اینجا در ژاپن در کنار نخست وزیر ژاپن گفته بود که او با ایران به دنبال مذاکره است و نه تغییر رژیم، مذاکره با رهبران فعلی ایران. It has a chance to be a great country with the same leadership. We're not looking for regime change. حالا شش ماه بعد به نظر می‌رسد ایران برای باز کردن باب مذاکره با آمریکا آمادگی دارد. آزادی دو نفر از زندانیان دو طرف این هفته فضا را کمی آرام‌تر کرده است. تبادل زندانیان رو رئیس جمهوری آمریکا در این پیام توییتری نشانه امکان توافق و معامله با ایران تعبیر کرد. و حالا از قول یک دیپلمات آمریکایی گزارش شده که آمریکا از سفر آقای روحانی به ژاپن استقبال می‌کند و منتظر شنیدن نتایج آن است. و وزیر خارجه ایران هم امروز در توییتر نوشته که ایران برای تکمیل کار آزادی همه زندانیان دو طرف آماده است و توپ در زمین آمریکاست. اعتراض‌های آبان ماه که در آن صدها نفر کشته شدند عمق نارضایتی را در ایران نشان داد و تهدیدی از سوی آن متوجه حکومت است. امروز برداشته شدن تحریم‌ها اولویت ایران است و ژاپن می‌تواند نقشی مهم بازی کند. کسرا نجی، بی بی سی. جیسون برادسکی، مدیر سیاستگذاری سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای از نیویورک با ماست. آقای برادسکی، خوش آمدید به برنامه. شواهد متعددی موجوده مبنی بر اینکه تلاش‌های دیپلماتیک بیشتر شده بین ایران و آمریکا، از جمله تبادل زندانی. چقدر فکر می‌کنید که دو کشور به مذاکره نزدیک شدند؟ آقای برادسکی، صدای منو میشنوید؟ Translation. آقای برادسکی، فکر میکنم که صدای منو نمیشنوید. I hope you can hear me, Mr. Brodsky. How close do you think Iran and US are to negotiations? I think the Japan Hassan Rouhani going to Japan is would be historic. Hassan Rouhani به ژاپن یک رویداد تاریخی محسوب میشه. The visit would come just on the heels of the prisoner exchange and just before و این ملاقات وقتی که بلافاصله بعد از تبادل زندانیان با آمریکا باشه یک زمان حساسی خواهد بود، زمان مهمی خواهد بود. هر دو طرف همچنان در انظار عمومی دارن بر مواضع سختگیرانه خودشون اصرار میکنن. ایران میگه که برای مذاکره انجام بشه باید تحریم ها برداشته بشه. آمریکا از طرف دیگر امیدواره که بدون اینکه تحریم ها رو برداره به یک ملاقات مستقیم برسه. بنابراین هر دو طرف دارن همدیگر رو ارزیابی میکنن و بنابراین نتایج این بازدید از ژاپن هنوز باید منتظر باشیم ببینیم که چطور خواهد بود. چقدر فکر میکنید که این مواضع سختگیرانه پشت درهای بسته یک ذره کمی منعطف تر از چیزی باشه که ما میبینیم؟ صدای منو دارید؟ You mentioned that these positions are quite strict. Do you think that they are strict behind closed doors? من فکر میکنم که حسن روحانی تحت فشار خیلی زیادی هست در حال حاضر. او خب یک زمان دشواری رو تجربه خواهد کرد اگر بخواد که موضع ایران رو، مواضع مذاکره ایران رو نرم کنه، برای اینکه اگرچه رئیس جمهور کشور هست یا رئیس شورای عالی امنیت ملی هست، اعضای دیگر نظام جمهوری اسلامی بسیار بسیار مصر هستند بر مواضع و بر خطوط قرمز رهبر جمهوری اسلامی. بنابراین حسن روحانی الان در شرایط دشواری است برای اینکه بخواد انعطاف‌پذیر از خودش نشون بده. از طرف دیگر
دولت آمریکا داره نشون میده که هیچ قصد برداشتن تحریم ها رو به خاطر اینکه فقط یک ملاقات با ایران انجام بده نداره. حتی بعد از اینکه تبادل زندانی ها انجام شد، دیدیم که در مورد تبادل زندانی ها هم این انجام شد بدون اینکه هیچ تحریمی برداشته بشه. بنابراین این برای پرزیدنت روحانی خیلی دشوار خواهد بود که بخواد که مواضع ایران رو در این ارتباط نرمتر کنه. احیانا آقای برادسکی، سازمان شما از جمله سازمان‌هایی بود که به شدت لابی کرد، تلاش کرد برای اینکه آمریکا رو قانع بکنه که از برجام خارج بشه و مخالف برجام بود. ایران تا اینجای کار 4 مرحله کاهش داده تعهداتش رو. فکر می‌کنید که الان که تهدید کرده مرحله 5 رو برمی‌داره، ممکنه که طرف آمریکایی چند قدم عقب نشینی بکنه یا مرحله 5 تغییر در مواضع آمریکا نمیده؟ من فکر میکنم که موقعیت آمریکا، موضع آمریکا به نظر میاد که محکم و استوار باقی خواهد ماند. همونطور که اشاره کردم الان حتی تبادل زندانی ها هم انجام شد تحت کمپین فشار حداکثری آمریکا بدون اینکه هیچ تحریمی برداشته بشه. بنابراین در این گذرگاه فکر نمیکنم که چنین اتفاقی بیفته، موضع آمریکا تغییر پیدا کنه. در مورد دیگر، کم کردن تعهدات ایران در چارچوب برجام به نظر میاد که چندان تأثیر خاصی نداشته برای تغییر موضع آمریکا. اروپایی‌ها به عنوان مثال همین الان تحت فشار خیلی زیادی هستند که اون مکانیزم قطعنامه‌هایی که تحت برجام پیش بینی شده اونو فعال کنن و ایران رو بیشتر مجازات کنن. بنابراین من چشم انداز متفاوتی نمی‌بینم. فکر میکنید که فروپاشی کامل برجام آیا آمریکا رو به خواستش که خروج از برجام بود نزدیکتر میکنه؟ آیا فکر میکنید که اون نگرانی که سازمان شما هم داشت که این توافق کامل و جامعی نیست، در شرایط فعلی به اون هدفی که شما داشتین نزدیکتر میشه؟ اگر اروپایی ها تصمیم بگیرن که مکانیزم سازوکار حل اختلاف رو فعال کنن، اون وقت اروپایی ها هستن که دارن از اهرم خودشون استفاده میکنن. تا این حال چنین نکردن، حتی برای فعالیت های غیر قابل قبول و خصمانه ایران که خارج از حیطه هسته‌ای هستند، برای اینکه میخوان که برجام رو به هر نحوی حفظ کنند. اما اگر که ما به گراوند زیرو و به مرحله صفر برسیم در ارتباط با برجام، حتی اگر آمریکایی ها در انتخابات سال آینده برنده بشن، خیلی دشوار خواهد بود برای رئیس جمهور حتی دموکرات آمریکا که این دیل توافق هسته‌ای رو، برجام رو، بدون هیچ تغییر قابل قبولی همچنان به پیش ببره. برای اینکه در اون مقطع خواهیم دید که مثلا تحریم‌های هسته‌ای، تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران هم منقضی خواهند شد. بنابراین آمریکا خیلی ساده نخواهد تونست که اتوماتیک دوباره به برجام ملحق بشه با توجه به اون شرایط. متشکرم. جیسون برادسکی، مدیر سیاست‌گذاری سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای. و اما علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران از واشنگتن دی سی با ماست. آقای واعظ، شنیدید صحبت‌های آقای برادسکی رو که معتقده که آمریکا به هیچ وجه موضعش رو تغییر نخواهد داد در قبال ایران. با توجه به تحرکات دیپلماتیکی که در یکی دو هفته اخیر شاهدش هستید، آیا فکر می‌کنید که واقعاً آمریکا آنچنان محکم سر موضعش خواهد ایستاد؟ ببینید، اینجا ما از یک آمریکا صحبت نمی‌کنیم، از آمریکای آقای ترامپ و آمریکای دولت آقای ترامپ صحبت می‌کنیم. و آقای ترامپ همونطور که من بارها در برنامه خدمتتون عرض کردم، شخصا مایل هست که توافقی با ایران داشته باشه. اگه شما به توییتی که ایشون بعد از مبادله زندانیان زدن نگاه کنید، از اون به عنوان یک نمونه استفاده داره می‌کنه برای اینکه به ایران بگه که خود آقای ترامپ آماده هست برای اینکه به یک توافق برد برد با ایران برسه. اما اطرافیان ایشون بارها و بارها ثابت کردن و با دیپلمات‌های اروپایی هم که صحبت می‌کنید که درگیر بودن در طرح‌های آقای مکرون، به این نتیجه میرسید که واقعا دوروبری‌های ایشون، به خصوص وزارت خارجه ایشون، به هیچ وجه مایل نیست که توافقی با ایران صورت بگیره و مخالف نه تنها برجام بلکه هر گونه توافقی با جمهوری اسلامی هستند.
آقای واعظی، یکی از شروط 12 گانه آقای پومپئو همین آزادی زندانیان آمریکایی در ایران بود که به نظر میاد که ایران داره تمایل نشون میده. امروز هم محمد جواد ظریف گفتش که آمادگی دارن که تبادل جامع زندانی انجام بشه. فکر میکنید که شاید شاهد مراحل اولیه و شاید بسیار ابتدایی پیشرفت به سمت مذاکره باشیم؟ بدون شک مبادله زندانیان من فکر میکنم یک گام اعتمادساز مهم هست، ولی به هیچ وجه به این معنا نیست و ضمانتی وجود نداره که منجر به گام‌های مثبت در آینده بشه. تمامش بستگی داره به اینکه طرفین تا چند اراده سیاسی در این زمینه رو داشته باشن و محیطی که درش دارن مذاکره میکنن آیا این موقعیت رو برای آنها فراهم خواهد آورد یا نه. شما در نظر بگیرید در مورد کره شمالی تبادل زندانی که نه، کره شمالی به صورت یک جانبه برخی از زندانی های آمریکا رو آزاد کرد و بقایای کشته شدگان آمریکا در جنگ کره رو هم به آمریکا بازگردوند، ولی این نه منجر به این شد که تحریم ها بر کره شمالی رفع بشن و نه منجر به این شد که کره شمالی برنامه موشکی و هسته ایش رو درش تغییری ایجاد بکنه و یا اونها رو متوقف بکنه. بنابراین ضمانتی وجود نداره و به همین لحاظ هست که سفر آقای آبه من فکر میکنم شاید آخرین و بهترین فرصت برای این باشه که بشه دیپلماسی رو به پیش برد و از تنش‌ها کاست. در سایه اعتراضات آبان ماه که نشون دهنده نارضایتی گسترده در داخل ایرانه و همچنین تحولات عراق و لبنان، خصوصا حمله به کنسولگری ایران در نجف که به هر حال نشان دهنده یک بخشی از نارضایتی از سیاست‌های ایران در منطقه هم میتونه باشه، فکر نمی‌کنید که ایران در موضعی متفاوت از کره شمالی قرار داره و هزینه بیشتری رو باید بپردازه برای رودررویی با آمریکا در مقایسه با کره شمالی؟ ببینید، این تمام بستگی داره به اینکه از چه زاویه‌ای نگاه میکنید به موضوع. دولت آقای ترامپ در عرض همین 2-3 هفته گذشته به این نتیجه رسیده که اعتراضات در ایران به علاوه اعتراضات در عراق و لبنان نشانه این هستند که کمپین فشار حداکثری داره به نتیجه میرسه و هر چه زمان بیشتری بگذره موقعیت ایران در کشور و در سطح منطقه ضعیف‌تر خواهد شد. از آن سو در ایران به نظر میاد که کاملا برداشت متفاوتی از این وقایع صورت گرفته و اینکه ایران تونست در یک مدت خیلی کوتاهی با هزینه بسیار گزاف انسانی البته سرکوب بکنه اعتراضات در ایران رو نشون میده به آمریکا و باید نشون بده که ایران در کنترل کامل فضای داخلیش قرار داره و بنابراین امکان آوردن بی‌ثباتی به داخل ایران اصلا وجود نداره و بنابراین کمپین فشار حداکثری به نتیجه نخواهد رسید و ایران فکر میکنه با وارد شدن به سال انتخابات آقای ترامپ هست که نیاز بیشتری به توافق خواهد داشت و من فکر میکنم در این برداشت‌های متفاوت هست که خطر سوء محاسبه وجود داره و این فرصتی که محدودی که شاید باقی مونده با توجه به اینکه ما در یک روند تقابلی هستیم رو هر دو طرف ممکنه از دست بدن با گمان اینکه زمان به نفع اونها عمل میکنه. بحث سرکوب اعتراضات یک طرفه. آقای واعظ، عده‌ای از کارشناسان اقتصادی معتقدند که دخل و خرج در ایران دیگه نمیخونه. کاهش شدید درآمد نفتی حتی با افزایش 3 برابری قیمت بنزین هم نمیتونه در واقع تامین بکنه اون کمبود درآمد رو و ایران از لحاظ اقتصادی چاره‌ای نداره که راهی برای مذاکره و برگشتن به سر میز با آمریکا پیدا بکنه. ببینید، باز دوباره در این زمینه برداشت‌های متفاوتی وجود داره. من هم این تفسیر رو شنیدم، ولی در این حال کسانی در ایران هم هستند که با توجه به سرمایه‌های ارزی که ایران از گذشته داره و با توجه به که همچنان به هر حال از طریق قاچاق و یا با مبادلات که با چین وجود داره میتونه در حدود 500 هزار بشکه در روز نفت بفروشه، وضعیت رو در کوتاه مدت قابل دوام میدونن. در بلند مدت مسلماً نه، ولی در کوتاه مدت قابل دوام میدونن و حتما به انتخابات آمریکا فکر میکنن میرسه و ممکن هست که با آمدن دموکرات ها وضعیت متفاوتی در آمریکا برقرار بشه و بنابراین مایل نیستن که خیلی سریع اقدام به مذاکره صورت بگیره. ولی به هر حال واقعیت این هست که ببینید 5 گام هسته دیگر ایران تا قبل از انتخابات آمریکا برخواهد داشت و حتی اگر 20% رو در ماه آینده انجام ندن، به هر حال در 60 روز بعدش یا در 60 روز بعدتر انجام خواهند داد و من فکر میکنم اون گامی هست که اروپایی ها رو
به خروج از برجام واخواهد داشت و این بحران رو به شدت عمیق‌تر خواهد کرد و شاید واقعا بازگشت به گذشته رو به مراتب دشوارتر بکنه و به همین لحاظ هست که فرصت بسیار کوتاهی شاید در حد 30 یا 60 روز باقی مونده به نظر من برای اینکه دیپلماسی به نتیجه برسه و یا لااقل زمان بیشتری بخره تا اینکه تکلیف انتخابات آمریکا مشخص بشه. متشکرم علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران. آندره آستراموچنی، سرمربی ایتالیایی تیم فوتبال استقلال تهران، میگوید اگر مشکلات حقوقیش با باشگاه حل شود، همین فردا به نیمکت استقلال برمیگردد. رسانه‌های ایران گزارش کرده بودند که آقای استراموچنی به دلیل پرداخت نامنظم حقوقش قرارداد خود را با استقلال فسخ کرده و از ایران خارج شده. بعد از این خبر طرفداران خشمین استقلال جلوی ساختمان این باشگاه تجمع کردند. آقای استراموچنی، سرمربی ایتالیایی تیم استقلال تهران، از روم ایتالیا با ماست. آقای استراموچنی، خوش آمدید به برنامه. در وهله اول به ما بگید که کجا هستید و در چه شرایطی ایران رو ترک کردید. Hi, good evening to anyone first of all. And I left Iran. اسلام شما بخیر. قبل از هر چیز من ایران رو ترک کردم. طبیعتاً روز جمعه خیلی ناراحت بودم از این بابت. وقتی که سوار هواپیما شدم میدونستم که یک تصمیم خیلی سختیه. فرمودید که اگر که مشکلات حقوقی حل بشه حاضرید که همین فردا به نیمکت استقلال برگردید. دقیقاً به چه شکلی باید حل بشه؟ خواسته شما چیه؟ First of all, this is very important to clarify for. قبل از هر چیز خیلی روشنه که باید این رو روشن کنیم برای طرفداران استقلال، که طرفداران استقلال این رو مستقیم از من بشنون و واقعیت رو از دهان من بشنون. طرفداران استقلال باید بدونن که طبق قوانین فیفا، وقتی که قانونی، وقتی که قراردادی هست بین یک اتفاقاتی که در ماهای اخیر افتاده، از همون ابتدا باید بگم که با وجود هشدارهایی که داده بودیم و با وجود اینکه ما این اراده رو داشتیم که همه چیز رو تحمل کنیم به خاطر بازیکن‌ها، به خاطر باشگاه و به خاطر طرفداران و به خاطر خودم همچنین، به جایی رسیدیم، به ضرب العجله نهایی رسیدیم که بعد از مسابقه با خودرو انجام شد. نمیخوام حالا توضیح بدم دقیقاً که چه اتفاق افتاد، چون دقیقا هم نمیدونم، ولی متاسفانه واقعیت اینه که باشگاه قادر نبود که به تعهدات خودشون تحت قرارداد ما عمل کنن و این رفتارشون با یک مربی حرفه‌ای درست نیست و این برای کار رو، ادامه کار رو ممکن نمی کرد. بنابراین برای اینکه به سوال شما پاسخ داده باشم، برای من کافیه که استقلال نشون بده که مشکل حل شده و استقلال قادر هست که برآورده کنه تعهدات خودش رو که در قرارداد پاش امضا گذاشته. اسماعیل خلیلزاده، رئیس هیئت مدیره استقلال، گفته که تخلف ایران انجام نداده. شما 340 هزار یورو دریافت کردید و همچنین گفته که شما بر طبق قراردادتون باید بر سر تمرین تیم حاضر می شدید. پاسخ شما چیه؟ First of all, I don't know why this person talk in this way. قبل از هر چیز من نمیدونم که چرا این فرد اینطور صحبت میکنه. Unfortunately, the club is not keeping his obligation. برای اینکه حتی اگر وقتی که من میگم که استقلال، حتی اگر گفتم که استقلال به تعهدات خودش تحت قرارداد عمل نکرده، هرگز چیزی که واقعیت نداشته نگفته و شاید آقای خلیل‌زاده رو رئیس استقلال یا دیگر اعضای هیئت مدیره
بهش اطلاع درست نرسوندن برای اینکه آقای خلیزاده داره حرفی رو میزنه که اونها در ایمیل های رسمی خودشون چیز متضاد اون رو نوشتن. اونها دقیقا میدونن که چه اتفاقی افتاده، دقیقا میدونن که به کدوم تعهدات خودشون عمل نکردن و اونها کسانی هستن که باید به تعهدات خودشون عمل کنن، برای اینکه از نظر فیفا قوانین در سراسر جهان یکسان هست. پاسختون به این صحبت آقای خلیلزاده که گفته شما میخواستید قرارداد 2 سالتون رو 1 ساله بکنید و همچنین پیشنهادهای بهتری از بعضی از کشورهای همسایه ایران داشتید چیه؟ من فکر میکنم یکی از مشکلات استقلال که در این چند ماه تونستم که به طور ملموس حس کنم این طور رفتار باشه. آقای خلیزاده نباید بره پشت سر من بگه که من یک پیشنهادی دارم از یک باشگاه دیگر، چون این واقعیت نداره و این بی احترامیه به من و به طرفداران باشگاه. من این آقا رو خوب نمیشناسم، من فقط یک بار ایشون رو دیدم، یک بار با ایشون ملاقات کردم، ایشون حتی به یک جلسه تمرین ما هم نیومده و اون وقت میاد چنین مصاحبه‌ای رو میکنه و چنین دروغ‌هایی رو میگه. من از دروغ بیزارم. تنها چیزی که در ذهن من هست سرنوشت استقلال هست و از نظر من استقلال مثل خانواده من میمونه. بنابراین لازم نیست که یک شرایطی رو که شفاف هست گلالود کنیم و غیر شفاف کنیم. آقای استراموچونی، امروز استقلال بازی داشت، نمیدونم موفق شدید بازی رو دیدید یا نه، ولی در دفاع خوب عمل نکرد در حالی که تیمیه که پتانسیل قهرمانی ایران و حتی آسیا رو داشت. چه احساسی دارید از اینکه نیمه کار مجبور شدید این پروژه رو رها بکنید و به ایتالیا برگردید؟ البته من این مسابقه رو تماشا کردم و هیچ وقت تا اینجا اینقدر سخت برام نبود، رنج نکشیده بودم برای تماشای یکی از مسابقه هام، برای اینکه من خودم رو جای بازیکنام میذاشتم و واقعا حرفی برای گفتن به بازیکنام ندارم، ایرادی به اونها نمیتونم بگیرم، برای اینکه اونها یک تیم خیلی بزرگی هستن که متاسفانه در این وضعیت دشوار قرار گرفتن. من فقط میخوام از اونها حمایت کنم، برای اینکه همه بازیکنانی که الان در استقلال هستن بازیکنان خیلی خوبی هستن، افراد خیلی خوبی هستن، بهترین فوتبال رو در ایران بازی میکنن و من میفهمم که از نظر ذهنی ممکنه چه مشکلی الان داشته باشن. بعد از مسابقه با بعضی از اونها صحبت میکردم و از اونها حمایت میکنم. اونها با من یا بدون من هر مسابقه رو میتونن ببرن، چون بازیکنان خیلی خوبی هستن. بنابراین نمیتونم ایرادی به مسابقه امروز بگیرم. تنها کاری که میتونم بکنم اینه که حمایت خودم از اونا اعلام کنم، چون ما یک بلوک هستیم، یک تیم هستیم، مربیان و بازیکنان، و بنابراین من در طرف اونها ایستادم. آقای استراموچونی، در نهایت حتما دیدید که طرفداران و هواداران استقلال امروز چقدر عصبانی بودند و به باشگاه حمله کردند. در نهایت آیا اونها میتونن امیدوار باشند که شما به ایران برگردید؟ This is my first hope, and when I was talking with the players, is our general hope. این اولین امید منه و وقتی که داشتم با بازیکنام صحبت میکردم این امید همه ما هست. طبیعتاً از یک طرف این اتفاق باعث غم و اندوه من شده، ولی از طرف دیگه باید بگم که من خیلی مغرور هستم و افتخار میکنم به اینکه مربی استقلال بودم و مربی استقلال هستم، برای اینکه الان در ایتالیا در همه جهان رسانه ها میبینن که استقلال چه تیمی هست و شور و شوق و اشتیاق و احساسات طرفداران این تیم چطور هست. متاسفانه خیلی ها در دنیا هستن که نمیدونن ایران چه کشور خوب و بزرگیه، چقدر مردم ایران دوست داشتنی و مهمان نواز هستن و هر مهمانی رو در طوری باش برخورد میکنن که انگار در خانه خودشه، و بنابراین
شاید این مسئله راجع به ایران خیلی خوب به دنیا، به بقیه دنیا معرفی نشده. بنابراین من امیدوارم که یک روز دوباره به ایران برگردم، امیدوارم که دوباره مربی استقلال باشم، ولی این چند ماهی که اونجا تجربه کردم باید بگم که همواره در قلب من باقی خواهد بود و چیزی خواهد بود که هرگز فراموش نخواهم کرد. متشکرم. آندریا استراماچونی، سرمربی ایتالیایی تیم فوتبال استقلال با ما. سلحشوری نماینده تهران در مجلس ایران جنجالی شد. او در اعتراض به آنچه که به حاشیه رفتن اهمیت مجلس خوانده از ثبت نام برای نامزدی در انتخابات دوره بعدی مجلس خودداری کرد. خانم سلحشوری در نطق امروزش به سرکوب اعتراضات سراسری اخیر در ایران اشاره کرد و از مادران داغدار گفت. سالهای 78 و 88 و همچنین دیماه 96 و آبان 98 اعتراض هایی بوده که همواره مطالباتی در آن وجود داشته است، اما امروز معترضین اغلب جوانانی هستند که به دنبال اشتغال و یک زندگی مطلوب انسانی و اجتماعی اند. مشکل در این است که ما گفته ایم ما این سبک زندگی را انتخاب کرده ایم. آیا به راستی جوانان ما این سبک زندگی را انتخاب کردند؟ متاسفانه به جز اقلیتی برخوردار از تبعیض و امتیاز بقیه مردم را رها کرده ایم، به گونه ای که امسال گفته شد بیش از نیمی از پذیرفته شدگان سهمیه پزشکی کسانی بودند که دچار سهمیه بودند، یک طبقه نو ساخته و بد ساخته و دارای امتیازات گوناگون و بقیه مردم رها شده. به همین دلایل متاسفانه جمهوریت نظام به سمت تمرکز گرایی پیش رفته است، استبداد سرکش تام و تمام در هر یک از بخش. علی مزروعی نائب رئیس اسبق کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات در مجلس ششم ایران از بروکسل بلژیک با ماست. آقای مزروعی، نظر شما چیه راجع به تصمیم خانم سلحشوری مبنی بر عدم ثبت نام برای نامزدی در انتخابات بعدی؟ با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز، ابتدا اشاره کنم که رخدادهای تلخ روزهای آخر آبان ماه شوکی بوده که بر سه وجه حاکمیت، جامعه و کلن اصلاح طلبان وارد شده و واکنش خانم سلحشوری به عنوان یک اصلاح طلب به این وقایع این گونه بوده است که نقش مجلس رو در راهبری مسائل ایران تمام شده میدونه و با تحلیلی که خودش از این وضعیت داشته ثبت نام نکرده. فکر میکنید علت این که بقیه اصلاح طلبا هنوز به این نتیجه نرسیدن که خانم سلحشوری رسیده چیه؟ ببینید، وقتی که ما از اصلاح طلبا صحبت میکنیم باید توجه داشته باشیم که اینها یک طیف یا یک جناحن، یعنی یک مجموعه سازماندهی شده با رهبری واحد یا به صورت تشکل حزبی نیستند. الان در میان اصلاح طلبان با توجه به مجموعه شرایطی که در ایران وجود دارد اختلاف تحلیل وجود داره و اختلاف رفتار. بنابراین اینکه در میان اصلاح طلبان ما شاهد مواضع مختلف و رفتارهای مختلف هستیم، این ناشی از تحلیل‌هایی میشه که هر کدوم از اینها از وضعیت دارند و نوع مواجهه‌ای که بایستی با وضعیت داشته باشه. پس یعنی معتقدید که هنوز هستند اصلاح طلبانی که برخلاف خانم سلحشوری معتقدند که مجلس جایگاه قابل اعتنایی در معادلات سیاسی ایران داره؟ ببینید، حتی اون اصلاح طلبانی که الان رفتن و ثبت نام کردن برای نمایندگی مجلس، در اظهاراتی که کردند به طور مشخص به این اشاره دارند که مجلس از جایگاه خودش و از این که در رأس امور کشور باشد به ته امور رانده شده و اونها معتقد هستند که به هر حال می توانند وارد یک چنین مجلسی بشوند و نقش مجلس رو بازسازی کنند. طبعاً چطوری آقای مزروعی، چطوری میتونن بازسازی بکنن؟ این رو خب بایسته از خود اونها بپرسید. اونها معتقد هستن که به هر حال
اگر با رأی مردم بتوانند وارد مجلس بشن، میتوانند در نطقهای قبل از دستور، همینطور در طرح ها و لوایح و به هر حال اون مسیری که خودشون میدونن، حتی اگر یک اقلیت متشکل باشن، نقش داشته باشن. این رو این برمیگرده به ارزیابی که اون افراد از خودشون دارن. انتقادی که نسبت به اصلاح طلب ها مطرحه، خصوصا در مجلس فعلی، تا حدود زیادی بیعملی اونها بوده در مواجهه با خواسته های کسانی که به اونها رأی دادن، و در وهله دوم اینکه اساسا در انتخابات بعدی امکان این هستش که رد صلاحیت بشن. به نوعی انتقادی که ادعی دارند اینه که اونها با ثبت نام دارن تنور انتخابات رو داغ میکنن به نفع حاکمیت. ببینید این سوالی که شما کردید اگه بخوام جواب بدم طول میکشه. اول اینکه من معتقد نیستم که اصلاح طلبایی که در همین مجلس دهم بودن کار انجام ندادن. اول از اون که اینها یک اقلیت بودن، یعنی فراکسیون امید یک فراکسیون اقلیت بود. و دوم اینکه انتظاری آیا در شرایط فعلی آقای مزروی اصلا امکان این هستش که ما روزی شاهد این باشیم که اصلاح طلبها در اقلیت نباشن در مجلس؟ متوجه سوال نشده. با توجه به فرایند رد صلاحیت اصلاح طلب ها، آیا اصلا ممکنه روزی شاهد این باشیم که اصلاح طلب ها دوباره اکثریت مجلس رو به دست بگیرن؟ والا این سوال رو کسی نمیتونه جواب بده، برای اینکه ما وقایع ایران اونقدر سرعت داره و وضعیت در واقع غیر قابل پیش بینی هست که من فکر نمیکنم بشه به این سوال شما جواب داد. هیچ کسی پیش بینی نمی کرد که در روزهای آخر آبان یک چنین وقایع تلخی در ایران رخ بده، به گونه ای که می شود گفت وضعیت بعد از این وقایع کاملا با قبلش تغییر پیدا کرده و در آینده ما نمی دونیم که چه اتفاقاتی ممکن است بیفته. پس شما معتقدید که تصمیم آن دسته از اصلاح طلبان که دارن ثبت نام می کنن برای شرکت در انتخابات تصمیم درستیه؟ من به درستی یا نادرستی این تصمیم کاری ندارم. من دارم تحلیل میکنم که چرا این اتفاق افتاده و طبعا حتی اینهایی هم که ثبت نام کردن یا حامیان کسانی که میخوان در انتخابات شرکت کنن بستگی به شرایطی که پیش میاد و در روزهای آینده اتفاقاتی که میفته و نوع مواجهه‌ای که شورای نگهبان با صلاحیت ها داره، همه اینها میتونه در تصمیم گیری اینها دخالت داشته باشه و فکر نمی کنم الان قابل پیش بینی باشه. متشکرم. علی منصوری، نایب رئیس اسبق کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مجلس ایران. و اما سلماز ایکتر، روزنامه نگار از استانبول با ماست. خانم ایکتر، نظر شما چیه درباره ثبت نام گروهی از اصلاح طلبان در انتخابات پیش روی مجلس و همچنین انصراف عده‌ای از جمله خانم سلحشوری؟ سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگانتون. من فکر می‌کنم قابل پیش‌بینی ترین واکنشی که میشد از اصلاح طلبان انتظار داشت، به خصوص بعد از نحوه مواجهه‌شون با اعتراضات آبان ماه، همین بود که در انتخابات ثبت نام بکنن. اصلاح طلب‌ها توی ایران هیچ برنامه‌ای جز شرکت در انتخابات ندارند. طی سال‌های گذشته هم بعد از تشکیل شدن، یعنی دوباره مجوز گرفتن چند تا حزب مثل حزب امتداد امید، ما هیچ حرکتی از این حزب ندیدیم. چند تا بیانیه در واکنش به مسائل مختلف، برگزار شدن چند کنگره، همین بلا غیر. اساساً احزاب اصلاح طلب ساختارشون فقط مبتنی بر اینه که در آستانه انتخابات نامزد بشن، حالا یا از سطح شورای نگهبان میگذرن یا نه. اگر از سطح شورای نگهبان گذشتند، اگر ورای مردم رو گرفتن، خب بعد میگن که امکان انجام دادن کار برامون فراهم نبود. اگر که رأی مردم رو نگرفتن، یک فرصت 4 ساله دارن که بگن اگر به ما رأی داده بودید این اتفاق ها نمیافتاد. اگر هم از سطح شورای نگهبان رد نشدن، دوباره این فرصت 4 ساله رو دارن که بگن اگر شورای نگهبان ما رو تایید صلاحیت میکرد یا اگر نظارت استصوابی به این شکل نبود ما میومدیم و ما میتونستیم شرایط رو بهتر بکنیم. وقتی ساختار احزاب اصلاح طلب به این شکل چیده شده، چه توقعی دارین که حالا کشداری در وسیع در سطح آبان ماه امسال هم حتی بتونه جلوگیری کنه از ثبت نامشون در انتخابات؟
خانم یکتر، البته کسانی که معتقدند به مشارکت سیاسی و ثبت نام در این انتخابات معتقدند که امثال فرزند محمود صادقی، همین خانم سلحشوری، کسایی هستند که به هر حال عملکردشون از دید اونها قابل دفاع بوده در مجلس، یعنی بسیاری از حرفایی که اونها زدند و جاهای افشاگری هایی کردند اونها رو نمیشه نادیده گرفت. عملکردشون قابل دفاع بوده در مقابل بیعملی مطلق دیگران، نه در جایگاه نماینده مردم در مجلس. بله، امثال خانم سلحشوری، خانم سعیدی، خانم مافی، تا جایی آقای صادقی در این بیابان نعمت‌هایی بودن. اما واقعیت آیا حاصل کارنامه این افراد برابر با حاصل کارنامه جایگاه یک نماینده مجلس هست؟ من اینطوری فکر نمی کنم. خیلی از این افشاگری ها، خیلی از این مسائلی که مطرح شده که محدود هم هست به یک توییت توی حساب کاربریشون توی توییتر یا یک سخنرانی، این اصلا جایگاه کافی نیست برای یک نماینده مجلس. میتونم بپذیرم و قبول هم دارم که طی سالهای گذشته آنچنان هرمه نهادهای انتخاباتی از مفهوم تهی شدن که مجلس رأس امور الان تقریبا هیچ نقشی جز یک نقش نمایشی نداره، ولی حتی در همین نقش نمایشی هم، بله ما ممنون هستیم از خانم سلحشوری، نطق امروزشون، نامه‌ای که دادن مبنی بر انصراف از نامزدی در انتخابات مجلس آینده در مقایسه با بقیه نماینده ها باور نکردنی بود. ولی آیا این کار کاریه که آدم از نماینده کشوری انتظار داره که کمتر از چند هفته قبلش تعداد بیشماری آدم کشته شدن، زندانی شدن فقط در اعتراض به یک موضوع کوچیک؟ من اینطوری فکر نمی کنم. خانم اینکر، فکر میکنید اصلاح طلب امروز، اصلاح طلب آذر 98 چه شکلی باید باشه که مقبولیت داشته باشه؟ من فکر میکنم مهمترین چیزی که امروز اصلاح طلب رو باید بهش فکر بکنن اینه که چطور دوباره میتونن نمایندگی کنن خواست مردم رو. ببینید، این گفته آقای شکوری راد که حالا البته ایشون هم چندین مرتبه گفتن که تقطیع شده، ولی این گفته ایشون از طرف اعتماد آنلاین هم منتشر شده، من به شخص فکر نمی کنم که بخش عمدهش تقطیع شده باشه. این گفته ایشون که جامعه رأی ما طبقه متوسط بودن و اونها در این اعتراض صدمه ای ندیدن پس به جامعه رأی ما صدمه ای نخورده، یا اونها معترض نبودن در آبان ماه پس به جامعه رأی ما صدمه نخورده، یعنی اینکه الان دبیر کل یکی از اصلی ترین احزاب اصلاح طلب حتی نمیتونه خواست مردم رو نمایندگی بکنه. یک همچین شخصیت های تاثیرگذار و کلیدی چه جریان اصلاح طلبی حتی نمیتونند خواست مردم رو نمایندگی بکنند. البته آقای شکوری زاد تکذیب کردن این صحبت، یعنی گفتن که صحبتشون، آقای شکوری راد گفتن که این صحبتشون تقطیع شده همونطوری که اشاره کردین. بله، منتها من اشاره کردم به اون صحبتی که اعتماد آنلاین منتشر کرده، چون گفته بودن رسانه اصولگرا تقطیع کردن، ولی اون متنی رو که اعتماد آنلاین منتشر کرده بوده، ویدیویی که اعتماد آنلاین منتشر کرده بوده، من فکر نمی‌کنم تقطیع شده باشه. ولی خب نسخه اصلیش هم هیچ وقت منتشر نشده از طرف ایشون. خانم اکتر، اون دسته از اصلاح طلبانی که هنوز اعتقاد دارن به مشارکت سیاسی معتقدند که تحریم انتخابات هم نتیجه مطلوبی نداره، یعنی عملاً واگذار کردن کامل عرصه سیاست به اصولگرایان. وقتی ما تحریم نمی کنیم مگه چه نقش، چه فایده ای داره؟ ببینید، ما در انتخابات شرکت می کنیم، به یک سری افراد رای می دیم که قرار خواست های ما رو نمایندگی بکنن. خب جدا از اینکه اینها نمیتونن خواست مردم رو نمایندگی بکنن، واقعیت اینه که نهاد قدرت در ایران به شکلی تعریف شده که نهادهای انتخاباتی نمیتونن سهمی در ساختن داشته باشن. من قبول دارم که وقتی تصمیم به ویرانی میگیرن خوب قدرتمند هستن، ولی در ساختن نمیتونن نقشی داشته باشن. مجلس چه نقشی میتونه ایفا بکنه؟ یعنی مجلس 11 آیا خانخا میره میشینه در مصدر امور و هر تصمیمی که اونجا گرفته بشه تصمیم لازم الاجراییه که تأثیر شگرفی رو وضع مردم داشته باشه؟ باز هم چند تا نماینده، حالا این دفعه فرض میکنیم که چند تا نماینده تندرو سخنرانی میکنن، توییت میکنن، مصاحبه میکنن و خب قبول دارم این خیلی بده، ولی چطور میتونیم در انتخاباتی شرکت بکنیم و به نظامی مشروعیت بدیم که کمتر از چند هفته پیش آدمها رو در خیابون به دلیل یک اعتراض کشته؟ متشکرم. سلماز یکتر، روزنامه‌نگار با ما.
چند روز پیش مادر یکی از کشته ها در جریان اعتراضات عاشورای سال 88 ایران به دیدار مادر یکی از قربانیان اعتراضات آبان امسال رفت. حالا هر دو در پی دادخواهی اند. شهناز اکملی در دیدار مادر پویا بختیاری گفته بود دادخواهی پرچمی است که از مادران خاوران به ارث رسیده. مریم افشنگ نگاهی کرده به دادخواهی مادران داغدار در 4 دهه گذشته. این سه مادر یک درد مشترک دارند، داغ فرزند. دو نفرشان برای همدردی به خانه پویا بختیاری آمدند. پویا بختیاری از کشته شدگان اعتراضات آبان 98 است. شهناز اکملی پس از دیدار از خانواده بختیاری این توییت را منتشر کرد. به دیدن مادر پویا رفتم تا بداند پرچم دادخواهی 40 سال است که از مادران خاوران به ما رسیده و اکنون دست مادران 98 هم رسید. سالهای سال است خانواده‌های زیادی به دنبال دادخواهی برای کشته شدن عزیزانشان و خواهان مجازات آمران و عاملان آن هستند. خواسته ای که میگویند تا کنون به جایی نرسیده. مصطفی کریم بیگی در عاشورای سال 88 به ضرب گلوله کشته شد. مادرش به تازگی حکمی گرفته که به جرم تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی باید به زندان برود. 14 روز دنبال بچه‌ام گشتم و اینکه توی کهریزک پزشک قانونی بچه‌مو پیدا کردم و زیر تابوت بچه‌مو گرفتم و بهش قول دادم که کمرمو خم نکنم و صدای مصطفی رو هرچه بیشتر بلند کنم و دادخواهی خون بچه‌مو به همه برسونم و خاموش نمیشم تا روزی که زندم. سعی کردم که صدای بچه های دیگه هم که کشته شدن باشم، خانواده هایی که ساکت بودن، سعی کردم که من مادرانه براشون رفتار کنم و برای بچه های زندانیم سعی کردم صدای اونا باشم و به همین خاطر منو سال 95 زندانی کردن. توی انفرادی بودم 25 روز و به من گفتن تو انفرادی که بچت مرده، تموم شده، دیگه بچه‌ای نداری و فکر کن که اصلا وجود نداشته. گفتم مگه میتونم بچه‌ای رو که زایمان کردم، به دنیا آوردم، شیر دادم، بزرگ کردم و یک سر به جوان و قد بلندش کردم و بگم فراموش کردم؟ من هرگز نمیتونم بچه‌مو فراموش کنم. 14 سال من میرم، منو جنازه ای به من ندادن. قربونی جنازه برن. سعید منو قربان برگردون. سعید زینالی در جریان اعتراضات دانشجویی 18 تیر ماه سال 78 در منزلش بازداشت شد. مادرش میگوید ماموران امنیتی گفتند 10 دقیقه با او کار دارند. تمام پیگیری های خانواده سعید تا امروز یعنی 20 سال بعد بی جواب مانده. یک بار دوباره دادستان برگشت گفت اصلا سعید نام وجود نداره. من دوباره شکایت کردم، مدارک سعید بردم دادم، تمام مدارک به دنیا آمدنشو بردم دادم. گفتن نه ما اینجور نگفتیم، گفتیم دستگیر نشده. بعد دیگه پیگیر دادگاه بین المللی شکایت کردم، همچنان ادامه داره. بارها خودم بازداشت شدم، بچه های دیگه هم بازداشت شدن. من تا به امروز جواب قطعی نگرفتم. فقط تنها چیزی که به من گفتن شما بیاین قبر بدیم. قبر ما سال 84 قبول نکردیم. گفتم قبر باید باز شه. دوباره رفتن، دوباره به قول فشارشون زیاد کردن، همسرمو بردن. تا به امروز جواب نگرفتم. به من گفتن یه گردباد اومد گوشه زندگی شما رو هم گرفت. مادر سعید زینالی از همبستگی مادرانه در سالهایی میگوید که به دنبال سرنوشت فرزندش بوده. از سال 82 من با مادران خاوران دهه 60 با مادران 88 همراه بودیم، هم به قول همدلیم تا به امروز. الان هم از این مادران میخوام که از این خانواده ها، درسته حاشیه تهرانن انقدر چیز ندارن، ولی خواهش هم اینه که همدل باشن، بیان همراه ما باشن. ما مادرها دست به دست هم بدیم، عرش خدا رو باید بلرزونیم چون جوانای ما رو ازمون گرفتن. با وجود بازداشت‌ها و تهدیدهای مستمر نیروهای امنیتی، جنبش دادخواهی خانواده‌های مخالفان سیاسی کشته شده پیوسته رفتار و خشونت حکومت را مورد پرسش و انتقاد قرار داده.
حالا باز هم در جریان اعتراضات آبان ماه بسیاری کشته شدند و خانواده هایی داغدار. مادر پویا بختیاری یکی از این خانواده هاست. می خواهد بداند چرا فرزندش را کشتند، اما می گوید به دستگاه قضایی ایران اعتماد ندارد. بدونیم که جواب ما رو نخواهند داد، پاسخ این جنایتشون رو نخواهند داد، ولی به لحاظ سند و مدرک برای اینکه ارائه کنیم به شما و دیگر عزیزان و مردم ایران و کشورهای دیگه این کار رو خواهیم کرد و بعد از اون من به شما اطلاع خواهم داد که بعد از دادخواهی و شکایتی که ما به دستگاه قضایی ایران بکنیم چه اتفاقی میفته. اما از مجامع بین الملل خواستیم که این پرونده رو دنبال کنند و در مورد کشته شدن پسر من تحقیق کنند. این سرنوشت یا تراژدی مشترک و گرد همایی خانواده ها و پیگیری هایشان برای عدالت را بسیاری به مانند جنبشی می دانند که از مادران خاوران شکل گرفته. متاسفانه هیچگاه حکومت نه تنها ما رو به رسمیت نشناخت، بلکه دائم مدام خانواده ها به خاطر ایستادگیشون، به خاطر مقاومتشون، به خاطر رسوندن فریاد دادخواهیشون به اشکال مختلف و همبستگیشون دائم مورد اذیت و آزار و خشونت سنگین حکومت بودند و تأسف بارتر این که تنها بودن، یعنی ما صدامون رو اون زمان کسی نمیشنید. از کشتار دهه 60، سرکوب جنبش دانشجویی و قتل‌های زنجیره‌ای و کشتار دگراندیشان در دهه 70، سرکوب معترضان به انتخابات در سال 88 و حالا سرکوب معترضان در آبان ماه هزاران کشته و خانواده عزادار به جا گذاشته با سوال‌های بی جواب. حلقه اتصال تمام این خانواده‌ها در همه این سال‌ها دادخواهی بوده که تاکنون بی جواب مانده. مریم افشنگ، بی بی سی. منیره برادران زندانی سیاسی پیشین و از خانواده اعدامیان سیاسی دهه 60 و نویسنده کتاب‌های درباره تجربه دادخواهی و زندان از فرانکفورت با ماست. خانم برادران، شما چند دهه است که تلاش می‌کنید برای دادخواهی درباره این اعدام‌ها. چه نقطه مشترکی می‌بینید بین مادران خاوران و مادران امروز داغدار در ایران؟ اولا سلام عرض میکنم به همه کسایی که میشنوستای منو و همچنین به خانواده ها، به این خانواده های داغدار، به خانواده داغداری که الان داغشون تازه است و همچنین مادر داغدار، خانواده داغداری که در این 40 سال این تجربه داغ و تجربه کردن. ببینید، دقیقا چیزی که مشترک هستش که دقیقا توی حرفای الان این عزیزان هم شنیدیم این هستش که اینا در این راه طولانی دادخواهی، گرفتن اطلاعات، گرفتن خبری، شاید هرگز موفق نشن از جواب خیلی روشنی بگیرن از مقامات، ولی این راه خیلی مهمه که ادامه داشته باشه برای اینکه فراموش نمیشه. دقیقا اینها به این طریق مسئولین رو به حالا به پاسخ وادار میکنن که چون پاسخ نمیدن ولی برای هزینه رو برشون بیشتر میکنن و بعد اون وقت این امکان پیدا میشه که بتونن به مراجعه بین‌المللی هم شکایت ببرن و بعدش هم این هستش که دقیقا این خبر، همین خبر پیگیری ها از همین چند تا خانواده که شنیدی میبینید که خبر این پیگیری ها باعث شده که دقیقا عزیزان اینها گمنام نمونن و ما بشناسیم، چهره به اینا بدن و این جنایت حکومت رو که دقیقا یک سال اعدام میکنه و بعدش و اون خانواده ها رو همچنان در یک بیخبری میگذاره و خانواده هم به این ترتیب مجازات میکنه، دقیقا چهره این جنایت رو بهتر میشناسیم. فارغ از اهداف در واقع دادخواهی که گواه صحبت‌های شما شاید انتظار زیادی باشه برای این خانواده‌ها در ایران، آیا فکر می‌کنید که اهداف سیاسی هم می‌تونن داشته باشن این مادران و برای خودشون تعریف بکنن؟
بله ببینید دقیقا یه جنبه از این دادخواهی جنبه قضاییه که دقیقا این که اشاره کردن این خانواده ها یه جنبه قضایی قضیه بوده، ولی یه جنبه سیاسی هم داره. اون جنبه سیاسی این هستش که دقیقا اینا یک طوری ادامه اون راه عزیزانشون رو که برای با اون مخالف بودن، برای راه آزادی، برای مبارزه جانشون از دست دادن، دقیقا به این طریق دقیقا اون یاد اونا رو نگه میدارن و دقیقا اینه که فراموش نشه. دقیقا کسایی اینجوری یعنی یه حرمت‌گذاری هست، یک اعتبار دادن هست به این جانباختگان عزیز و در شرایطی که دقیقا حکومت میخواد اینا رو به هر حال با الفاظ صفت ها واژه های بسیار سخیفانه اینها رو از اعتبار اینها رو کم بکنه و بی اعتبار بکنه، مثلا الان ما این آبان ما مواجه بودیم با این که مثلا اینا اشرار هستن و دقیقا وقتی ما چهره میبینیم مثلا وقتی که مثلا از پویا بختیاری وقتی که مادرش و پدرش از زندگی اینا به ما میگن، ما مثلا میبینیم که خب این دو این چهره این انسان رو میبینیم. این دقیقا یه جنبه سیاسی قضیه است، یعنی دقیقا یک جوری نه هست به این قتل ها، به این اعدام ها، یعنی جنبه سیاسی دادخواهی رو اگر بخوام توضیح بدم دقیقا نپذیرفتن این چیزی که هستش و این یک ایستادگی بزرگیه. به نظر من کمتر از ایستادگی از زانشون که جانشون از دست دادن نیست. مثلا در مورد مادران خاوران که 38 سال و 30 سال بیشتر از 30 سال هستش که دقیقا در این را تلاش میکنن، نقشی که گذاشتن که الان هم شما میگین خانم اکملی میگه دقیقا این ارسی رو گذاشتن مادر این پیش میبرین، این دقیقا یک با بسیار زحمت و کار خیلی زیادی بوده، ولی یک جایگاهی رو باز گذاشتن در مورد اینه که این اعدامان نمیتونه بی پاسخ بمونه، یعنی باید این پاسخ رو باشن، باید این مسئولیت پذیری یک روز صورت بگیره. این یک مبحث خیلی مهمی هستش که به مقولات سیاسی ما این خانواده ها وارد کردن. خانم برادران، گزارش هایی منتشر شده مبنی بر اینکه خانواده ها در ایران تحت فشارند و تهدید شدند. توصیه شما چیه به پدر و مادرهایی که داغدار شدند در این روزها در ایران؟ ببینید اینا شیوه های شاشته این حکومت هستش که از همون دهه 60 از همون سال 60 که بعد من اعدام شد عمل کرده. این هستش که خانواده رو تهدید میکنن که مراسم نگیرین، شرط و شروط میذارن برای اینکه خبر بدن به اینها. حالا اون موقع که اصلا جسدو نمیدادن و تازه محل دفنم که بیشتر موقع نمیگفتن، ولی به هر حال همش اما تهدیدا هستش. اون دور خب خیلی فضا فرق میکرده. این تهدیدها تهدیده و دقیقا به سکوت واداشتنه. این به ویژه این روزها این دوره ها این تهدیدها دقیقا عمل نمیکنه و دقیقا تهدیدهای بیهوده ایه، یعنی اتفاقا برعکسه. هرچی بیشتر خبررسانی بشه این بهتره. اگر اون عزیزی جان باخته باشه، چهره ای بشه، میده شناخته میشه، چون دقیقا راهشو برای یه شخصی که از دست نداده که، یعنی برای کشورش بوده و این هستش که باید ما بشناسیم، باید بدونیم که کی هستش، چه جوری بوده، زندگیش چی بوده، رد پاهاشو بشناسیم، بهش احترام بذاریم. و اگرم زنده باشه، در زندان باشه، این خبررسانی خیلی مهمه به این خاطر که بخشی وقت توضیح بدم که به این خاطر مهمه که دقیقا برای جان اون مهمه. هرچی گمنام بمونن، هرچی ناشناخته بمونن، رژیم دستش بازتره هر بلایی که بخواد سر اینا بیاره. متشکرم. منیره برادران، نویسنده کتاب‌های در مورد خشونت‌های دهه 60. تشکر. به پایان 60 دقیقه رسیدیم. ممنون از همراهی شما. فعلا خداحافظ.